اجازه بدید که توجه شما رو به چند خبر جلب کنم. خبرها عموماً باز هم خبرهای اعتراضی هست. به دنبال سقوط از صفبار هواپیمای مسافری تهران یاسوج که متعلق به شرکت آسمان است که خودش از شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران رژیم هست، اعتراضات خانواده‌ها نسبت به استفاده از این هواپیماهای فرسوده توسط شرکت وابسته به سپاه، هواپیماهایی که بسیار غیر ایمن هستند، بالا گرفته. تعدادی از خانواده‌های مسافران این هواپیما در فرودگاه یاسوج تجمع کردند. تجمع به حدی بود که گاردهای ضد شورش رژیم در وحشت از اوجگیری این اعتراضات اومدن اونجا و در فرودگاه صف کشیدن. تو رو خدا دعا کنین سالم برگرده. یا خدا یا خدا دوار میره تو سن دوار یا خدا یا خدا نکتیج باش رو بچه کنم کودم دایسی که باشه نیم و هوا پیمان دیم نکه خاص نماشی بیار کودم دایسی که باز برده و هوا پیمان دیم دیگه را نو خدا دو باش کنم باشه بله در دردم بیه که خبرگزاری یاسوج میشود چه تندین بار با گفت که سی خلبان با تدبیری که داشت آقا دست می بکن مشکل ندارم دارو هر بیزن بزن بگو اجازه بیه هر بیزن حاضر بودی داخل یوا فیما بشیم یا نه حاضر بودی شما سپیر آقا باشت آقا آقا باشت آقا سب کن باشه آقا سب کن آقا باشت کارگران سد سرنی در شهرستان میناب که از مهر ماه تا همین الان حق و حقوق خودشون رو دریافت نکردند در اعتراض به عدم دریافت حقوق دست به اعتصاب زدند. یکی از کارگرای شرکت سد سرنی گفت که شرکت تعهد داده بود حقوق هر ماه را بپردازد ولی تا کنون چند ماه گذشته و از حقوق خبری نبوده است. همچنین کارگران گروه ملی فولاد اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد خودشون در ورودی کارخونه تجمع کردند، ورودی رو مسدود کردند و گفتند تا تسویه مطالباتشون اجازه تولید نخواهند داد. شهردار خیانت میکنه، شورا حمایت میکنه. کارگران عضو پروژه سپیدار 2 و 3 در تعاونی مسکن کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای 13 روز متوالی در مقابل به اصطلاح شورای شهر، در واقع شورای قلابی شهر و شهرداری تهران دست به تجمع اعتراضی زدند. این پروژه 270 عضو داره که شهرداری پولای این زحمتکشان رو بالا کشیده و مسکن رو هم بهشون نداره. شهردار خیانت میکنه، شورا حمایت میکنه. 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 تدبیر این ریاست علم است یا تجارت؟ این شعار دانشجویان دانشگاه هنر در تهران هست که علیه پولی شدن دانشگاهشون دست به تجمع اعتراضی زدن. دانشجوها گفتن که هیچ گونه امکانات رفاهی و علمی در این دانشگاه وجود نداره و پولم از دانشجوها تازه میخوان. تدبیر این ریاست علم است یا تجارت؟ تدبیر این ریاست علم است یا تجارت؟ تدبیر این ریاست علم است یا تجارت؟ جمعی از اهالی روستای آمری در اعتراض به مرگ یک موتورسوار در تصادف با خودرو توی جاده که یکی از دلایل جدیش نداشتن علائم هوشداری برای جلوگیری از حوادث است دست به تجمع زدند و مسیر دیلم بهبهان رو بستند.
یک تجمع اعتراضی دیگه هم بود مربوط به معلمان سال 58 59 و 60 سنندجی که به اتهامات واهی اخراج شدند و در هوای بارونی جلوی استانداری کردستان برای گرفتن مطالبات خودشون دست به تجمع زدند. و یک اعتراض دیگه مربوط به معدنی که اسمش آشناست، البته با خبری تأسف بار، 3 ماه هست که حقوق کارگران معدن زمستان یورت در گرگان که سال گذشته اگه خاطرتون باشه بر اثر انفجارش 43 کارگر جان باختند، حالا 3 ماه هست که حقوق این معدنکاران هم پرداخت نشده و کارگران به این امر اعتراض میکنن.